با عرض سلام و تقدیم صمیمانه ترین درودها خدمت شما شنوندگان عزیز، امروز روز سه‌شنبه چهارم تیر ماه سال 1398، جلسه پنجم نقدی بر دوران خلافت علی ابن ابی طالب رو تقدیم می کنم خدمت شما عزیزان. ایمان سلیمانی امیری. در جلسه پیشین نگاهی کردیم به نقش قاتلین عثمان و حضور اونها در میان لشکریان علی و چه بسا نزدیکان او، که توسط او بعضن دارای حکم ولایت هم شدند، و علی در برابر خون ریخته شده عثمان کاری رو انجام نداد و این نقصی است و نقضی است بر اسوه عدالت بودن علی ابن ابی طالب. در این جلسه به بخش دیگری خواهم پرداخت. بسیاری از شیعیان معتقد هستند علی به دلیل عدالت در تقسیم غنایم و به نوعی نقش مساوی قائل شدن در بیت المال برای عرب و عجم، اشراف و غیر اشراف مورد غضب قرار گرفت و افرادی که در این میانه ضرر کردند بر علیه علی دست به تحریک و تحرکاتی زدند. در این جلسه نگاهی به این مطلب خواهیم داشت و اون رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. در دوران پیامبر اسلام، خود پیامبر اسلام زمانی که سپاهی رو جهت غارت کاروانها گسیل میکرد یا به قبایل مختلف حمله میکرد، آنچه که به دست میامد ما بین نیروهای جهادگر تقسیم میکرد، یک پنجم آن رو برای خود بر میداشت و مابقی رو بین نیروهای جهادگر تقسیم میکرد. گاهی هم بنابر مصالحی که خود تشخیص میداد سعی میکرد غنایم رو به اشخاص خاصی بیشتر اعطا بکنه و افرادی رو هم حتی محروم بکنه. از جمله بعد از فتح مکه، زمانی که بسیاری از قریش به دین اسلام در آمدن و حتی برخی ها هم با شک و تردید نسبت به این قضایا روبرو بودند، در غزوه حنین و حوازن اموال زیادی به دست پیامبر اسلام افتاد و پیامبر اسلام در حالی که این افراد تازه مسلمان بودند سهم بسیار زیادی از غنایم رو به اونها اختصاص داد. این مطلب سبب شد که انصار، یعنی مردم اهل مدینه، نسبت به این رفتار پیامبر شکایت بکنند و اشاره کردند که شما عدالت رو رعایت نکردید، زمانی که بی پناه بودید ما شما رو پناه دادیم، با شمشیرمون از شما حفاظت کردیم، به خانه های خودمان پناهتان دادیم، اما حال که دوستان و بستگان و عشیره و قبیله خود رو دیدید ما رو رها کردید، چرا که پیامبر اسلام از غنایم جنگ حنین و حوازن به بسیاری از مشرکان دیروز مثل ابو سفیان یا فرزندان او، یعنی یزید و معاویه، همینطور صفوان ابن امیه یا سهیل ابن عمرو و دیگران، غنایم بسیار زیادی داد. این شکایت رو پیامبر اسلام بدین گونه رفع و رجوع کرد که من خواستم قلب اینها رو نسبت به اسلام تلطیف بکنم، دهان اونها رو شیرین بکنم تا گرایش بیشتری نسبت به دین اسلام پیدا بکنن و اگر شک و تردیدی دارن برطرف بشه. در واقع از غنایم بدین نحو استفاده میکرد، به برخی ها بیشتر میداد، به برخی ها کمتر میداد، بنابر مصالحی که خود میاندیشید. اما نکته اساسی این است که در زمان پیامبر اسلام غنایم چندانی به دست نمی آمد که بتواند برای مسلمانان اسباب پدید آوردن ثروت بشه.
خلافت کوتاه ابوبکر هم بیشتر به جنگ های اهل ارتداد گذشت و نقش کشورگشایی بارز نبود، تا اینکه در زمان عمر مسلمانان متفق شدند که به سرزمین های دیگر حمله بکنند تا با به دست آوردن غنایم بیشتر بتوانند زندگی بهتری داشته باشند. در سال 15 هجری بعد از اینکه عمر لشکریان زیادی رو به مناطق مختلف و ثروتمند همچون ایران، شام، مصر و جاهای دیگر فرستاد، خب غنایم بسیار زیادی به مدینه سرازیر میشد. بنابراین عمر تصمیم گرفت با مشاوره برخی از صحابه دیوانی رو مرتب بکنه بنابر رسم آن زمان ملل متمدنی مثل ایران یا مصر یا در واقع شام، که بتواند مقرری ها رو بر اساس آن دفتر یا دیوان به افراد واجد صلاحیت تقدیم بکنه. شرح این داستان رو طبری در جلد پنجم تاریخ خود آورده، میگوید در این سال، یعنی سال 15 هجری، عمر برای مسلمانان مقرری معین کرد و دیوانها ترتیب داد و مقرری را به ترتیب سابقه معین کرد. در واقع این مسئله ترتیب سابقه همچین بی سابقه هم نبود، چرا که در قرآن هم آیات متعددی آمده بود، از جمله آیه 10 سوره واقعه که و سابقون، یعنی و سبقت گیرندگان مقدمند، و آیه بعد او که میگوید اولئک مقربون، یعنی آنها همان مقربان هستند، یا آیات 74 75 سوره انفال و دیگران که نقش مهاجران و سابقون که از جمله در جنگ بدر بسیاری از اونها بودند و اصحاب بدر یا بدریون خیلی شاخص بودند در جهان اسلام و حتی در میان صحابه، عمر سعی کرد بر اساس یک نوع سابقه و خدمت و نزدیکی به پیامبر اسلام یک دفتر و دیوانی رو ترتیب بده. برای همین وقتی میگوید مقرری را به ترتیب سابقه معین کرد، منظورش به این مطلب است. صفان ابن امیه، حارث ابن هشام و سهیل که منظور سهیل ابن عمرو هست و کسانی را که در فتح مکه مسلمان شده بودند، یعنی سال 8 هجری، و اینها جزء همون تلتیب شدگان هستند، مقرری از مسلمانان پیشین کمتر داد. خب اینها اشراف قریش بودند، بزرگان مکه بودند، اما عمر با توجه به اینکه اینها سابقه ای نداشتند، مقرری اونها رو کمتر از مسلمانان سابق در نظر گرفت، که از گرفتن آن خودداری کردند و گفتند قبول نداریم که کسی از ما گرامی تر باشد، یعنی استناد کردند به اون پایگاه و جایگاه اشرافی خودشان. عمر گفت مقرری به ترتیب سابقه در اسلام می دهم، نه اعتبار. گفتند چنین باشد و گرفتند، یعنی موافقت کردند، یعنی اون اشرافی هم که بودند قبول کردند، گفتند بله ما چون سابقه مهاجرین رو نداریم، اصحاب بدر رو نداریم، به همین مقرری که شما دادید راضی هستیم. و بعد ادامه میده و چون عمر خواست دیوان را مرتب کند، علی و عبدالرحمن ابن عوف گفتند، خب اینجا دقت بکنید نقش علی هم در این میان هست، یعنی مشاوره عمر بوده و به او اینگونه میگوید از خیشتن آغاز کن، یعنی خودت رو بذار در صدر و بعد بر اساس رتبه های بعدی غنایم رو یا بیت المال رو تقسیم کن. گفت نه، عمر قبول نکرد، از عموی پیامبر خدا آغاز میکنم، یعنی عباس، هرچند عباس خودش جز اسرای جنگ بدر بود، یعنی در میان مسلمانان نبود. آنگاه هر که به او نزدیکتر است، البته این شایبه هم وجود داشت که عباس در مکه مسلمان شده و نقش جاسوس رو برای پیامبر اسلام بازی میکرد و نقش او رو در بیعت عقبه دوم و اینها میبینیم که فعلا محل بحث ما نیست.
خب عمر آمد عباس عموی پیامبر رو به عنوان محور در نظر گرفت که بیشترین سهم برای او باشه، بقیه رو رتبه بندی و طبقه بندی کرد. برای عباس مقرری معین کرد و از او آغاز کرد. آنگاه برای جنگاوران بدر 5000 5000 مقرر کرد. برای مسلمانان پس از بدر تا حدیبیه 4000 4000 مقرر کرد و به همین ترتیب طبق سابقه مقرری ها رو مشخص کرد. مقرری همه افراد طبقه را از قوی و ضعیف، عرب و عجم برابر گرفت. یعنی هر کسی در هر طبقه قرار می گرفت بر اساس سابقه، دیگه مهم نبود که عرب باشه یا عجم باشه، همه برابر بودن. اما نکته ای که اشاره میکنه و برای ما مهم هست این است که طبری میآورد 4 تن از غیر بدریان، یعنی کسانی که در بدر حاضر نبودند، یعنی حسن و حسین و ابوذر و سلمان را به بدریان پیوست. یعنی حسن و حسینی که حالا دومی، یعنی حسین اصلا در زمان جنگ بدر به دنیا نیامده بود و حسن که تازه به دنیا آمده بود، اینها رو هم به خاطر اینکه پیامبر به اونها علاقه داشت، عمر آورد در صف بدریون قرار داد. یعنی سهم اونها رو از بیت المال 5000 قرار داد. در اینجا نه علی اعتراضی کرد، نه فاطمه اعتراضی کرد که البته زنده نبود، نه نزدیکان او اعتراضی کردند و نه افراد دیگری که به عنوان صحابه بودن. هیچ کدام هم نگفتن که چرا فرزندان علی باید بیشتر از ما سهم ببرن، و علی هم نگفت که اینجا عدالت زیر سوال رفته. فرزندان من خب طبیعتا در جنگ بد حاضر نبودن، چرا باید اونها بیشتر بگیرن؟ پس علی اعتراضی نمی کنه در اینجا، چون ظاهرا به نفعش بوده. اما کسانی هم بودن که سعی کردن برخی از الطاف عمر رو نپذیرن. به عنوان مثال طبری در همان تاریخ اشاره میکنه، میگه عایشه خب به خاطر اینکه پیامبر او رو دوست داشت، مقرری عایشه را 2000 بیشتر کرد نسبت به زنان دیگر محمد که پیامبر او را دوست می‌داشته بود اما نگرفت. در واقع عایشه گفت نه، من نمیخواهم، منم همانند بقیه ام المؤمنین ها و زنان پیامبر از همون غنائم میگیرم. اما فرزندان علی میگرفتن، خود علی هم میگرفت و هیچ اعتراضی هم به این مطلب نداشت. این در صفحه 88 و 89 تاریخ طبری آمده. همین گزارش رو مورخین دیگر آوردن و علل خصوص مورخینی که با شرح و بسط به این بقایا پرداختن، مثلا عزالدین ابن اسیر در تاریخ کامل که معمولا گزارشات او کاملا شبیه به طبری هست، در جلد 4 هم همین مطلب رو آورده. بعد از اینکه همون گزارش طبری رو می آورد، می گوید 4 تن را اگر چه در جنگ بدر حاضر نیامده بودند پیوست ایشان کرد و فراوانی ارزانی داشت، یعنی مال فراوانی به اونها داد، حسن و حسین و ابوذر و سلمان، در صفحه 1418 و 1419. بنابراین میبینیم که زمانی که عمر دیوان رو مرتب میکنه، سهم علی و فرزندان او بیشتر از بسیاری از صحابه در نظر گرفته میشه. خب در مورد علی حق با او بوده، یعنی او جزء سابقون هست، در جنگ بدر حاضر بوده و باید 5000 رو میگرفت. اما در مورد فرزندان او یک بی‌عدالتی صورت گرفت. اما عمر به واسطه اینکه پیامبر به اونها علاقمند بود، آنها را آورد و با سابقون و اصحاب بدر در نظر گرفت. اما داستان به همینجا ختم نمیشه. علی و فرزندان او در زمان عمر از این غنائمی که از ایران میآمد، از سرزمین‌های دیگر فتح شده میآمد، بهره‌های فراوان بردند، ثروت زیادی هم اندوختند که من اشاره خواهم کرد. اما در زمان عثمان علی ابن ابی طالب هم از این بخشش ها و بذل ها و هبه ها سهم عمده ای داشت. یعنی این گونه نبود که عثمان صرفا به
نزدیکان خودش و عشیره خودش بذل و بخشش بکنه. عثمان معتقد بود که به نزدیکان و بستگان خودش صله رحم میکنه. خب علی هم جز همین ها بود. حالا ما به دو سند تاریخی نگاهی خواهیم داشت و ببینیم که علی ابن ابی طالب هم از این بذل و بخشش های زمان عثمان بی نصیب نبود. ابن سعد در جلد پنجم کتاب طبقات ذیل توضیح در مورد نام عبدالله ابن عامر ابن کریز که در واقع پسردایی عثمان بود و در 25 سالگی به ولایت بصره رسید و به نوعی شخص بسیار بخشنده‌ای هم بوده و از جمله کسانی بود که در فتح ایران و مناطق ایران مثل سیستان، فارس، طالقان، خراسان، فاریاب، بلخ و طبس و دیگران نقش عمده‌ای داشت این عبدالله ابن عامر ابن کریز. دو نکته در خصوص مسائل مالی مطرح میشه که بد نیست من اینها رو عرض بکنم. زمانی که عبدالله ابن عامر به بصره میاد، والی قبلی شهر بصره ابو موسی اشعری بود. عثمان همراه عبدالله ابن عامر نامه ای هم می نویسه و از ابو موسی اشعری تشکر میکنه، از او دلجویی میکنه و به نوعی اشاره میکنه من خبط و خطایی از تو ندیدم که بخوام تو رو برکنار بکنم. و بعد به عبدالله ابن عامر میگه که 30,000 درهم به ابو موسی بده به عنوان انعام و پاداش. جالب این هست که ابو موسی این مال رو نمیپذیره، یعنی این بذل و بخشش رو نمیپذیره و اون مال رو دریافت نمیکنه. حال مقایسه بکنید رفتار علی ابن ابی طالب رو در برابر بذل و بخشش ابن عامر و مقایسه بکنید با شخصی مثل ابو موسی اشعری. ابن سعد می آورد و چون ابن عامر پیش عثمان رسید، چون برای اعمال حج آمده بود، عثمان به او گفت برای قوم خود که از قریش هستند پیشکش بفرست. یعنی این مالی که از ایران می آمد از جاهای دیگر بین خودشان تقسیم می کردن این اهل قریش. او همین گونه عمل کرد و برای علی ابن ابی طالب 3,000 درهم و جامه‌ای فرستاد و چون آن را حضور علی آوردند فرمود خدا را شکر که می‌بینم میراث محمد صلی الله، منظورش همون غارت اموال ایرانیان و مصری ها و جای دیگه بوده این میراث محمد، کس دیگری غیر از ما می‌خورد. یعنی علی شاکی شد به این که بله خب این چه مبلغی است که شما به من دادید، این میراث محمد هست، دیگران دارن اضافه تر میخورن، ما کمتر میخوریم. چون این سخن به اطلاع عثمان رسید به ابن عامر گفت خداوند این اندیشه تو را زشت فرماید، آیا باید برای علی 3,000 درهم بفرستی؟ گفت میخواستم بسیار بیشتر بفرستم، نمیدانستم عقیده تو چیست. عثمان گفت جبران کن و او 20,000 درهم و لوازمی دیگر برای علی فرستاد. گوید علی به مسجد رفت و به گروهی که گرد هم نشسته بودند رسید که از پیشکشها و سله های ابن عامر سخن می گفتند. اونها هم گرفته بودند، علی هم بالاخره 23,000 درهم و بسیاری اموال دیگر گرفت. حالا آمد و در مسجد علی فرمود بدون هیچ گفتگو او، یعنی منظورش ابن عامر، سالار جوان مردان قریش است. چرا؟ چون به علی پول داده بود 23,000 درهم از غارت اموال مردم ایران در سیستان و نیشابور و بلخ و خراسان به علی ابن ابی طالب رسید. او هم که حالا میدید میراث محمد داره به او هم میرسه، ابن عامر رو سالار جوانمردان قریش دانست. ببینید این نوع رفتارهای علی بوده، یعنی کسی که زمان گرفتن مال اونها رو میپسندید. این مطلب رو ابن سعد در جلد پنجم صفحه 167 و 168 ذیل نام عبدالله ابن عامر آورده.
ما یک مورد از ابو موسی اشعری گفتیم، اما اجازه بدید باز هم افراد دیگری هم نام ببریم که این افراد حاضر نبودند عطایایی که از جانب عثمان یا والیان او پرداخت میشد رو بپذیرند. یکی از اینها هم عبدالله ابن ارقمه. در واقع عبدالحی الکتانی در صفحه 72 کتاب نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام این مطلب رو آورده، میگوید عمر گفت گذشته از پیغمبر از عبدالله ابن ارقم خدا ترستر ندیدم. از مالک نقل است که عثمان به عبدالله ابن ارقم از بیت المال 30,000 درهم جایزه داد، عبدالله نپذیرفت. دقیقا دقت بکنید، حالا رفتار علی ابن ابی طالب رو مقایسه بکنید. اگر کم به او میدادند میگفت این میراث محمده، سهم ما رو به ما نمیدهند، اما زمانی که میگرفت خوشحال بود. حالا نمونه دیگه و سند دومی رو اشاره میکنم. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه در جلد ششم ذیل شرح خطبه 76 این مطلب رو آورده. اصل مطلب رو از ابوالفرج علی ابن الحسین اصفهانی گرفته که از دوستداران شیعه و علی و فرزندان اوست، که تا مقاتل و طالبین او بسیار کتاب معروفی است، و ابن ابی الحدید از او نقل میکنه. میگوید بدان که اصل این خبر را ابوالفرج علی ابن حسین اصفهانی در کتاب الاغانی با اسنادی که به حارث میرسد روایت کرد و گفت سعید ابن عاص. حالا این سعید ابن عاص از والیان عثمان در کوفه بود. این نام رو به خاطر بسپرید، چون من در ادامه میخواهم یک سرنخی، یک تحلیلی رو خدمت دوستان ارائه بکنم که چرا علی بعدها سعی کرد بیت المال رو به شکل مساوی بین سابقون و غیر سابقون تقسیم بکنه. چون مجالس این شخص خیلی معروف بوده، سعید ابن عاص. حالا این مطلب رو بخوانم بعد به آن نکتم خواهیم رسید. سعید ابن عاص مرا به همراه هدایایی به مدینه فرستاد و به همراه من هدیه‌ای هم برای علی علیه السلام فرستاد و برای او نوشت همانا من به سوی احدی، خوب به این جمله دقت بکنید، همانا من به سوی احدی بیش از آنچه برای تو فرستادم نفرستادم مگر امیر مؤمنان. یعنی سعید ابن عاص در نامه به علی اشاره میکنه که فقط عثمان بیش از تو از من هدیه گرفته، وگرنه تو از مابقی صحابه و دیگران بیشتر مشمول لطف من شدی. پس هنگامی که بر علی علیه السلام در آمد و نامش را خوان گفت همانا فرزندان امیه چه بسیار مرا از میراث محمد باز می دارن. یعنی فرزندان امیه میراث محمد که این قتل و غارت و گرفتن اموال مردم هست، من رو بی نصیب می زارن. بعد همون ابن ابی الحدید اشاره میکنه، گفت و احمد ابن عبدالعزیز جوهری از ابی زید عمر ابن شبه به اسنادش که در آن کتاب ذکر کرده مرا روایت کرد که هنگامی که سعید ابن عاص امیر کوفه بود، مولای خیش ابن ابی عایشه را با هدیه‌ای نزد علی ابن ابی طالب علیه السلام فرستاد. پس علی علیه السلام بدو گفت سوگند به خدا پیوسته غلامی از غلامان بنی امیه از آنچه خداوند به رسول خیش به رسم فی بخشیده به قدر قوت بیوگان برای ما میفرستد. یعنی کم میفرسته، باید برای من بیشتر بفرستید. این میراث محمده. جوان بنی امیه، حالا ابن عامر، این بر سعید ابن عاص و دیگران برای ما از میراث محمد کم میفرستند. هیچ وقت نمیگفت اینها برخلاف عدالته، این مواردی که شما میفرستید درست نیست، باید بین همه تقسیم بشه و ما نمیگیریم، مثل عبدالله ابن ارقم، مثل ابو موسی اشعری، بلکه تازه آقا مدعی بود که اینها کم هست برای ما میفرستید. بدین نحو ما میبینیم که فرزندان علی در کنار پدر خود سهم بسیار زیادی از بیت المال و پدر اونها علل خصوص سهم ویژه‌ای هم از هدایای زمان عثمان میبرد. بسیاری از نویسندگان تاریخ اسلام که در زمان حی و حاضر
به مطلب و نکاتی اشاره کرده اند، نتوانستند این مطلب رو مقفول بگذارند که ثروت حسنین از کجا آمده، بلکه اشاره کردند به این داستان ها. به عنوان مثال، آقای دکتر رسول جعفریان در کتاب تاریخ سیاسی اسلام جلد دوم که به تاریخ خلفا نام گذاری شده، در صفحه 359 زمانی که میخواهد در مورد دوران کوتاه خلافت حسن ابن علی صحبت بکنه، در پاورقی سوم، در واقع پاورقی شماره 3، به این نکته اشاره میکنه که خواندنش برای دوستان بسیار سودمنده. میگوید در این که امام حسن علیه السلام ثروت زیادی در اختیار داشته است تردیدی نیست، یعنی هیچ شکی نداره ایشون. در اصل سهم عطا از بیت المال که از زمان عمر برای حسنین بیش از همه مردم تعیین شده بود، همچنین موقوفات وسیعی که از امام علی علیه السلام در اختیار امام حسن علیه السلام قرار گرفته بود، زمینه این ثروت را فراهم کرده بود، در صفحه 359. اما نکات این پاورقی چیست؟ اولا تأیید همان گفته طبری و ابن عسیر و دیگران هست که عمر سهم حسنین رو از بیت المال بیش از همه مردم تعیین کرده بود، در حالی که اونها جزء سابقونه در اسلام نبودند. نکته دوم، موقوفات وسیعی که از علی به حسن رسید. خب این موقوفات چه بودن؟ در ینبو، در یمن و در جاهای دیگر این اموال رو علی داشت. همین عطایایی بود که چه از زمان عمر و چه از زمان عثمان تحت نام هدایای مختلف به علی پرداخت می شد که ما دو سه مورد از اسناد اون رو ارائه کردیم. بنابراین خود علی و فرزندان او از این بذل و بخشش ها سهم می بردن. و این سنت که از زمان عمر، یعنی از سال 15 هجری تا زمان قتل عثمان، یعنی سال 35 هجری، به مدت 20 سال پایه‌گذاری شده بود، اجرا شده بود و علی هم هیچ مخالفتی با اون نداشت و ما دیدیم، به یک رسم مسلم در میان مسلمانان بدل شده بود، به یک سنت قابل قبول بدل شده بود. خود علی هم پیرو این سنت بود، از این سنت سهم می برد. حتی بذل و بخشش هایی که به فرزندان علی می شد صرفا معطوف به دوران عمر و عثمان نبود. نکته جالب این هست که ابن عبدالحدید در جلد 15 شرح نهج البلاغه در ذیل شرح نامه 28 زمانی که میخواهد در خصوص فضل بنی هاشم بر بنی عبد شمس مطالبی رو بیاورد، نکاتی رو میگوید که خیلی جالبه. میگوید بنی هاشم معتقد بودند که در میان ما هاشمیون افرادی هستند که خیلی اهل بذل و بخششن، مثل عبدالله ابن جعفر و عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب، اینها خیلی اهل بذل و بخشش بودند. اموی ها هم پاسخ میدادند که حالا من این نکته رو میخوانم. گفتند و معاویه، خب اجازه بدید یه خط بالاتر رو بخوانم، و امویان در اینجا اعتراض کرده و گفتند عبدالله ابن جعفر تنها آنچه را که معاویه و یزید به او میبخشیدند میبخشید. یعنی شما که میگید این آقا بخشنده بود، این آقا مالی رو میبخشید که معاویه و یزید به او بخشیده بودند. پس از زیادی بخشش ما میبخشید. گفتند و معاویه نخستین مردی است که 1000 درهم بخشید، یعنی 1,000,000 درهم، و پسرش نخستین کسی است که بر آن افزود، زیرا او حسن و حسین، منظورش معاویه است، پسران علی علیه السلام را سالانه هر یک 1000 درهم جایزه می بخشید. این رو شیعیان بخوانند، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید که خودش است محبان علی و فرزندان اوست، و اتفاقا در جلد اول و در مقدمه اشاره میکنه که معاویه اهل در واقع جهنم است و او رو قبول نداره. اما به این گزارش تاریخی دقت بکنید.
زیرا او حسن و حسین پسران علی علیه السلام را سالانه هر یک هزار هزار درهم جایزه می بخشید، 1,000,000 درهم، و همچنین به عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن جعفر جایزه می بخشید. این عبدالله ابن جعفر پسر عموی حسن و حسین و شوهر زینب بوده. پس هنگامی که مرد و یزید جای او برخاست، عبدالله ابن جعفر بر او در آمد و او را گفت ای امیر مؤمنان، معاویه هر سال با 1,000,000 درهم با من صله رحم می کرد. حالا صله رحم یعنی دوستی، آشنایی و شناختن حق بستگان. حالا اینجا با هم بستگان شدن، یعنی بنی هاشم و بنی امیه، چون بحث پول مطرح میشه با هم فامیل میشن. گفت پس تو را 1,000,000 درهم باشد. گفت باشه، منم همون 1,000,000 درهم رو به تو میدم. گفت پدر و مادرم فدایت، یعنی منظورش تعارفی است که جعفر برادر علی به فدای یزید. بدان که من این را به هیچ زاده مادری پیش از تو نگفتم. گفت پس تو را 4,000,000 درهم باشد، یعنی 4,000,000 درهم به تو میدم که اینقدر برای من دم تکان میدهی و من رو قبول داری. اینن بنی هاشم، یعنی پولی که از دیگران میگرفتن بذل و بخشش میکردن. حالا شیعه میگوید که بله، اینها خیلی اهل بذل و بخشش بودن. خب دیگر نمیگوین این پولها رو از کجا میآوردن که بذل و بخشش میکردن. از همه خلفایی میگرفتن که اونها رو قبول نداشتن. در صفحه 251 از جلد 15 شرح نهج البلاغه. اما فرزندان علی به همینجا هم بسنده نمی کردن. اگر این بذل و بخشش ها هم گهگاه پاسخگو نبود و هزینه و خرج اونها زیاد بود، دست به سرقت کاروان هم می زدن. حالا من یک نمونه از این رو از همان شرح نهج البلاغه جلد 18 هم در زمان معاویه، نه در زمان یزید، از حسین ابن علی خدمت شما دوستان می آورم تا بر آگاهی ما افزوده بشود. ابن عبدالحدید در صفحه 426 در باب سعه صدر و حکمت 178 شرح داستانی رو می آورد که اسباب تعجبه. خب می دانیم حسنین با معاویه از در صلح بودند، یعنی خلافت او رو پذیرفته بودند و قرار بر این بود که مثل همه مسلمانان در زیر پرچم خلافت او زندگی بکنن. و نشان هم دادیم که معاویه 1,000,000 درهم هم به این حسنین میبخشی. اما حکایتی که اینجاست بسیار عجیبه. و اما حکایت دوم، مالی از یمن سوی معاویه آورده شده بود. پس چون آن کاروان مال از مدینه گذشت، حسین ابن علی علیه السلام بر آن حمله آورد، یعنی غارت کرد و آن را گرفت و میان خانواده و موالی خیش تقسیمش کرد، یعنی به فقیر فقرا نداد، داد به خانواده خودش و غلامان و کنیزان و بردگانی که داشت. و برای معاویه نوشت، حالا نامه هم برای معاویه می نویسه، از حسین ابن علی به معاویه ابن ابی سفیان. اما بعد، همانا کاروانی از یمن بر ما گذشت که مال و زیورالات و انبر و عطر سوی تو می آورد تا در خزینه های دمشق ودیعت نهی و بدان زادگان پدرت را از پس سیرابی نخست پی در پی سیراب سازی، یعنی اینا رو میخوادی اونجا به بستگان خود تقسیم کنی و اینا، و من بدانها نیاز داشتم پس آنها را گرفتم و سلام. بله، خیلی خلاصه اشاره میکنه که من چون نیاز داشتم به این پول غارت کردم این کاروان تو، فقط بدون. پس معاویه سوی او نوشت، از نزد بنده خدا معاویه امیر مؤمنان به حسین ابن علی سلام بر تو باد. اما بعد، همانا نوشتت رسید که در آن یادآور می شوی
که کاروانی از یمن مال و زیورالات و انبر و عطر سوی من می آورد تا در خزینه های دمشق ودیعت نهم و بدان زادگان پدرم را از پس سیرابی نخست پی در پی سیراب سازم. و اینکه تو بدان محتاج بودی پس آن را گرفتی، در حالی که تو شایسته گرفتن آن نیستی، چون آن را به من نسبت دادی. یعنی خودت اقرار کردی که این مال مال منه، پس برای چی مال من رو گرفتی؟ شایسته گرفتنش نبودی. زیرا والی بدان مال سزاوارتر است، چون این بیت الماله و من والیم، من باید این رو تقسیم بکنم. سپس بر اوست خارج کردن از آن، یعنی دخل و خرج رو به واسطه اون من باید به عنوان والی انجام بدم. تو چی کاره بودی که اون رو گرفتی؟ به خدا سوگند اگر آن وا گذاشته شود تا سوی من شود، در بهرت از آن کم نگذارم. یعنی اجازه بده این کاروان برسه، سعی میکنم بهره تو رو هم از اون بدهم. ولی گمان کرده ام ای پسر برادرم که در سر تو خشمیست و دوست دارم که آن در زمان من باشد تا منزلتت را دانم و از آن در گذرم. یعنی امیدوارم فقط این کارا رو در زمان من انجام بدی که من به هر حال سعی صدر دارم گذشت میکنم نسبت به تو. ولی یک به خدا بیم آن دارم که به کسی گرفتار شوی که قدر دوشیدن ناقه‌ای، یعنی شطوری، تو را مهلت ندهد و در پای نوشتهش نگاشت. یک شعری هم میگه، میگوید ای حسین ابن علی، آنچه به عنوان علت آوردی روزی روا و جایز نباشد، بلکه دزدی، سرقت، غارت، گرفتنت آن مال را در حالی که بدان مأمور نبودی، همانا این از سوی حسین شتاب است، همانا آن را اجازت داده ایم و برای آن به خشم نیامدیم و از حسین آن چند جام داد را تحمل کردیم. ای حسین ابن علی، دارای آرزو، برای تو از پس من جهشی است که تحمل نشود. یعنی اگر این رو در بعد از زمان من انجام بدی، مطمئن باش تحمل نخواهند کرد. دقیقا حسین همین کار رو هم در زمان یزید انجام داد و کاروان مالی رو در تنعیم گرفت. و دوست دارم که من خود شاهد آن باشم، پس آن را با اخلاقی که مهلت می‌دهد از تو عهده‌دار گردم. همانا من ترسم که بسوزی بدان که نزدش تیغ بران پیشی گرفته است. صفحه 426 و 427 از جلد 18 شرح نهج البلاغه ابن ابل حدید. بنابراین ما می‌بینیم که این حسین ابن علی و دیگران حتی به این مسائل هم قانع نبودند. به همین دلیل هست که ما وقتی به داستان کربلا نگاه می‌کنیم، زمانی که عمر ابن سعد و حسین می‌نشینن شب قبل از عاشورا صحبت می‌کنن، حسین به عمر سعد پیشنهاداتی میده. عمر سعد به او میگوید که من اگر چنین بکنم، عبیدالله ابن زیاد اموال من رو در کوفه میگیره، و حسین اونجا به او میگوید که من از اموال خودم در حجاز که بسیار بهتر از اموال تو هست به تو خواهم داد. یعنی ببینید این آقایون انقدر ثروت داشتن که در واقع هیچ مشکلی از این بابت وجود نداشت. و این افراد چه در زمان قبل از پدر خود چه در زمان بعد از پدر خود دائما از این عطایای خلفا سهم می بردن، از بیت المال سهم می بردن، آنجا هم که کم می آوردن دست به غارت هم می زدن. خب با توجه به این که وقت ما آنچه که مقرر کرده بودیم بسیار بیشتر شد، یعنی بیش از 35 دقیقه هم زمان برد، این مقدمات رو من خدمت دوستان عرض کردم تا در جلسه بعد به این مطلب بپردازیم که علی چگونه و با چه توجیهی زیر پای همه سنت هایی زد که خود از اون سهم می برد، فرزندان او از اون سهم می بردن و همه صحابه هم پذیرفته بودن که خب اشکالی هم نداره، فرزندان علی بیشتر از فرزندان ما سهم ببرن. مثلا عبدالله ابن عمر که فرزند عمر بود کمتر از حسین و حسن می گرفت. به هر ترتیب این سنت چون به مدت 20 سال در اسلام اجرا شده بود، حتی آیاتی از قرآن مؤید این مطلب بود و خود رفتار پیامبر اسلام که به هر کسی که دوستاش بیشتر میبخشید تا اونها متمایل تر بشن به اسلام و از این دست مسائل، حالا ببینیم در جلسه آینده که علی چگونه و با چه توجیهی
ناگهان همه این قواعدی رو که خود از اون نفع می برد، سهم می برد، به هم زد و سبب نارضایتی شد. در واقع این مطلب نیازمند یک دقت نظر ویژه هست که من در جلسه آینده عرض خواهم کرد که این مطلب مورد خواست علی نبوده، چون خود او هیچگاه در طول 20 سال به این مطلب اعتراضی نکرد، بلکه فشاری بود که این شورشگران و یاغیان آوردند بر علی، کما اینکه ما دیدیم در جریان عدم قصاص قاتلین عثمان هم علی ناتوان بود و به نوعی نتوانست در برابر اونها دست به کاری ببره، چون خود در واقع خلیفه برکشیده شده کودتاچیان و شورشگران و در واقع قاتلان عثمان بود. در جلسه بعد این بحث رو پی خواهیم گرفت. سپاسگزارم از همه دوستانی که در طول این مدت از من حمایت کردند، کانال های مختلفی که به نشر فایل های صوتی ما میپردازند، در صفحه یوتیوب این فایل ها رو منتشر میکنند، عزیزانی که اینها رو در اختیار دوستان قرار میدن و بزرگوارانی که سعی میکنند با حمایت های مالی خودشون جهت گسترش برنامه های ما به ما همیاری و همکاری برسونن. سپاسگزارم، امیدوارم این مطالب بتونه برای ما یک چراغ روشنی باشد که راهی رو بتوانیم با دقت بهتری طی بکنیم. سپاسگزار از محبت همه شما بزرگواران.